برای مبتلایان به پارکینسون یا رعشه که ناشی از اختلال در سیستم عصبی بدن است، خوردن غذا کار شاقی است. ولی ممکن است به زودی راه حلی برای این مشکل پیدا شود. لیفت لابز در سان فرانسیسکوی کالیفرنیا وسیله کوچکی را تولید کرده که رعشه و نوسانات بدن را درک کرده و با آن مقابله می کند. تکنولوژی که مانند فناوری تثبیت تصویر در دوربین های مدرن امروزه است. کاری که کرده ایم این است که این فناوری را در یک ابزار دستی جا دادیم که می تواند به کسانی که بدنشان لرزش زیادی دارد کمک کند. کسی که اختلال عصبی دارد ممکن است بدنش تا 2.5 سانتی متر بالا و پایین برود. کامپیوتر کوچکی در این ابزار است که لرزش شخص را حس می کند و می فهمد که آیا این حرکت عمد یا غیر عمد است و اگر غیر عمد باشد در مسیر عکس آن حرکت می کند. در نتیجه به رغم حرکت های غیر قابل کنترل شخص، این وسیله باعث می شود غذا در داخل قاشق باقی بماند و بیرون نریزد. دیدن شخصی که می تواند برای اولین بار بدون کمک غذا بخورد یا بتواند بهتر غذا بخورد تأثیر بسیار مثبتی داشته است. این وسیله 295 دلار قیمت دارد. در پایگاه اینترنتی این سازمان همچنین مردم می توانند پول اهدا کنند که پس از جمع‌آوری این دستگاه‌ها در اختیار کسانی قرار می گیرد که توان مالی خرید آن را ندارند. در حال حاضر تنها قاشق قابل اتصال به این دستگاه است. ولی امید می رود به زودی بتوان چنگال را نیز با آن به کار برد. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن.